بینندگان عزیز سلام، به یه صفرایی که دیگه خوش اومدید. سعی میکنیم که در 10 دقیقه پیش رو در دنیای تکنولوژی نهایت لذت را ببرید و با ما همراه باشید. فیات مدل 2019 از رودستر 124 رونمایی کرد. بزرگترین خودروساز ایتالیا پیش از این قول داده بود که این خودرو به عنوان یک رودستر اسپورت تجربه رانندگی لذت بخشی را به سرنشینان خود ارائه کند. هفته گذشته نیز فیات یک تیزر جدید از این خودرو منتشر کرده بود که بعضی تغییرات نسبت به گذشته را نمایش می‌داد. البته تغییرات انجام گرفته در مدل 2019 فیات 124 در مقایسه با تغییرات انجام گرفته روی مزدا MX-5 مدل 2019 کمتر است. لازم به یادآوری است که فیات اسپایدر 124 روی پلتفرم مشترکی با مزدا MX-5 یا همان مزدا میاتا ساخته شده است. در ادامه نگاهی به تغییرات مدل‌های مختلف فیات اسپایدر 124 برای سال 2019 خواهیم داشت. ابتدا با مدل پایه‌ای این خودرو آغاز کنیم که به نام فیات اسپایدر 124 کلاسیک شناخته می‌شود. این مدل به صورت استاندارد به یک سیستم مولتی‌میدیا مجهز شده که دارای نمایشگر 7 اینچی است. همچنین رنگ خاکستری سرامیکی را می توان برای بدنه این مدل سفارش داد. امکان سفارش رادیو ماهواره سایروس XM و نوارهای مرکزی روی بدنه نیز در مدل کلاسیک وجود دارد. تیپ بعدی اسپایدر 124 لوسو است. تغییرات آن در مقایسه با نسخه پایه کمی بیشتر است. یکی از نکات مثبت فیات لوسو 124 استفاده از سیستم اگزوز اسپورت مونزا در این خودرو است که صدای جذابی تولید می کند. روی گلگیرهای جلوی این مدل نیز نشان ابارت نصب شده است. گرانترین مدل فیات 124 نیز نسخه ابارت است. روی این نسخه پکیجی به نام بلنو اپیرنس گروپ عرضه شده است که شامل سپر جلو و عقب ارتقا یافته، قاب آینه های جانبی متفاوت و قلاب یدک کشی می شود. این پکیج همچنین شامل کفوش های ابارت و پدال های آلومینیومی براق است. پیشرانه فیات اسپایدر 124 در مدل 2019 نیز تغییری نکرده و همانند مدل های قبلی است. در بخش فنی شاهد یک پیشرانه 4 سیلندری توربو شارژر با حجم 1.4 لیتر هستیم که می تواند 160 اسب بخار قدرت و 250 نیوتن متر گشتاور تولید کند. این پیشرانه روی مدل کلاسیکا و لوسو نصب شده است. اما مدل ابارت کمی قدرتمندتر است. گرچه مدل ابارت نیز از پیشرانه مشابه استفاده می کند، اما پیشرانه مدل ابارت کمی ارتقا یافته و می تواند 164 اسب بخار قدرت تولید کند. با این حساب فیات 124 در زمانی حدود 6.5 تا 7 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت می رسد و میانگین مصرف سوخت 7.5 لیتر بنزین در 100 کیلومتر خواهد بود. بسته به سفارش مشتریان، فیات این مدل را با آستانه قیمت 26 هزار دلار به همراه جعبه دنده 6 سرعته دستی و یا 6 سرعته خودکار به بازار عرضه می کند. بنابراین خریدارانی که به دنبال خودروی قوی تری هستند، ناچار باید به سراغ مزدا MX-5 مدل 2019 بروند که پیشرانه 2 لیتری 4 سیلند با قدرت 181 اسب بخار و گشتاور 204 نیوتن متر دارد. سوبارو WRX رایو معرفی شد. مدل جدید سوبارو WRX رایو فقط در 100 دستگاه به صورت انحصاری در بازار کانادا عرضه می شود. از زمان عرضه رسمی سوبارو WRX، ژاپنی‌ها چند مدل تولید محدود و خاص از این سدن اسپورت دوست داشتنی تولید کردند. برخی از این مدل ویژه در بازار جهانی و تعدادی هم به صورت انحصاری فقط در خانه فروخته شدند. در ادامه عرضه نسخه‌های تولید محدود، این بار بازار کانادا مورد توجه مقامات سوبارو قرار گرفته است. سوبارو WRX رایو به معنی طوفان و رعد و برق در زبان ژاپنی اولین محصول تولید محدود این برند پس از 15 سال در بازار کانادا است.
WRX رویو اساساً نسخه بهینه شده سدان WRX است و با مدل STI ارتباطی ندارد. البته بهینه‌سازی طوفان WRX در قوای فنی انجام نشده است و این مدل همچنان از پیشرانه 4 سیلند 2 لیتری توربوشارژر با قدرت 268 اسب بخار و گشتاور 350 نیوتن متر در کنار گیربکس 6 سرعته دستی و سیستم انتقال قدرت تمام چرخ محرک AWD بی‌نظیر سوبارو استفاده می‌کند. واضح ترین تغییر WRX رویو رنگ بدنه جدید و منحصر به فرد خاکستری خاکی آن است. رنگ سیاه براق آینه های جانبی، آنتن طرح باله کوسه، انواع نشانه ها و لوگوی تولید محدود و برخی قطعات مدل STI مانند کیت بدنه آیرودینامیک و دست دنده کوتاه سوبارو از دیگر تغییرات WRX رویو است. می توان بین WRX رویو مخصوص کانادا و گری ادیشن بازار آمریکا که چند ماه پیش رونمایی شد شباهت هایی مشاهده کرد. تنها 100 دستگاه سوبارو WRX رویو با قیمت پایه‌ای 40,955 دلار کانادا حدود 31,000 دلار آمریکا تولید خواهد شد. نسخه استاندارد سوبارو WRX با قیمت پایه 29,955 دلار کانادا و تیپ اسپورتک RS آن با قیمت 38,955 دلار کانادا عرضه می شود. پیکاپ شورولت کلرادو ZR2 بایسون رونمایی شد. شورولت کلرادو یکی از بهترین های جهان در کلاس وانت است که با تیونینگ امریکن اکسپدیشن ویوکولز به لطف سینی های ضربگیر، تایر های بزرگ و سپرهای فولادی بهتر از قبل عمل می کند. شورولت کلرادو از بهترین های کلاس پیکاپ است. مدل ZR2 با تعلیق بلندتر نسبت به قبل، محفظه عریض سر، دیفرانسیل هایی با قفل الکتریکی و دمپرهای ملتیماتیک DSSV مناسب رانندگی در هر جاده است. این خودرو با ایمنی بالا توانایی عبور از مسیرهای مختلف را دارد. عمده تغییرات این مدل برای حفظ و حراست از بدنه خودرو هنگام عبور از مسیرهای دشوار صورت گرفته است تا شاهکار شورولت بدون دردسر و مسئول از هر آسیبی راه خود را ادامه دهد. به عنوان مثال 5 صفحه ضربگیر اسکیت پلیت از جنس فولاد ضد زنگ در قسمت تحتانی خودرو قرار گرفتند. این صفحات ضد سایش هستند و از قسمت زیرین خودرو در زمان تماس با زمین محافظت می کنند. سپرهای جدیدی در جلو و عقب کلرادو ZR2 بایسون و از همین جنس دیده می شوند. جلوی پنجره به طور کلی نو شده و کاربرد حروف بزرگ نام شرکت سازنده در عوض لوگوی پاپیون مشهور این برند به مدل‌های نظیر فورد رنجر F150 شباهت دارد. برند AEV هم به عنوان تیونر این پیکاپ در نقاط مختلف دیده می شود و بر جذابیت بصری افزوده است. به لحاظ عملکرد بایسون همه امکانات مدل معمول کلرادو ZR2 از جمله دیفرانسیل های عقب و جلوی قفلی و دمپرهای ملتیماتیک DSSV را در بر دارد. البته چرخ های 17 اینچ و تایر های 31 اینچی مختص بایسون طراحی شدند. این چرخ ها در زیر لبه های گلگیر بزرگتر قرار گرفتند تا فاصله و فضای حرکت بیشتری در دسترس باشد. ممنونم که همراه ما بودید. لطفاً برنامه ما رو در اینستاگرام و توییتر فالو کنید. تا 1-0 که دیگه بدرود.